در ششمین روز اعتصاب شهرهای مرزی کردستان ایران فرمانداری بانه وعده داده مرزها بازگشایی شوند ولی اعتصاب کنندگان میگویند چون این وعده هایی در گذشته هم داده شده و هدف آن تنها پایان دادن به اعتصاب است بسته شدن دروازه های مرزی غرب و شمال غربی کشور از بهمن ماه گذشته باعث بیکاری ده ها هزار تن از مرزنشینان ایران شده است علی جوانمردی گزارش میدهد در بانه و جوانرود ششمین روز اعتصاب برگزار شد اعتصاب کماکان ادامه داره در شهرهای دیگه هم مانند پیرانشهر سقز، مریوان و بخشای از مهابات و سردش این اعتصاب ادامه داشت در مریوان یا همه شهرهای مرزی به نحوی هست که روزای جمعه مسافرانی از دیگر شهرها و نقاط ایران به اونجا میرن در بازارچه های اونجا که تقریبا ارزونتر هست خرید میکنند ولی به رغم اینکه مسافران زیادی وارد این شهرها مخصوصا مریوان شده بودند بازار مریوان کاملا تعطیل بود فراخان فعالان مدنی برای اعتصاب سراسری کردستان ایران برای شنبه فردا هست امروز جمعه قبل از ظهر فرمانداری بانه جلسه با نمایندگان و تعدادی از کسبه شهرستان داشته اونجا وعده داده که رسیدگی بکنند و گفته که دولت آقای روحانی هم در حال جلسه هست در تهران جلساتی برگزار شده و قرار هست فردا هم برگزار بشه در این زمینه در هفته پیش رو تصمیم میگیرن وعدههایی داده که نتونسته مردم رو راضی بکنه نمایندگان کسبه و شهر بانر رو راضی بکنه به این دلیل که در دفعات قبلی هم هر بار که اعتصاب شده برخلاف وعده هایی که دولت داده این مرزها باز نشده و تنها وعده ها برای این بوده که بتونه اعتصاب رو پایان بده نکته قابل توجه دستگیری بیش از 60 تن از فعالان مدنی کسبه و بازاریان اعتصاب کننده بانه هست در سقز و مریوان هم تعدادی رو دستگیر کردند به گفته شاهدان عینی حداقل 15 نفر در این شهرستان ها هم دستگیر شدند که هنوز از سرنوشت اونها خبری در دست نیست تعدادی رو در بانه آزاد کردند از اونها تعهد گرفتند که در هیچ اعتصابی شرکت نکنند برخلاف آنچه که فرمانداری بانه گفته مبری بر اینکه این افراد آشوبگر بودند در حالی هست که چه تجمع اعتراضی در بانه و چه اعتصابی که انجام شده کاملا مسالمت آمیز هست حتی شعار علیه جمهوری اسلامی هم داده نشده و تمرکز بر بازگشایی مرزها بوده با این حال هنوز این دستگیر شدگان رو آزاد نکردن همزمان نماینده های پیرانشهر و بانه هم در مجلس شورای اسلامی تومایل رو امضا کردند سخنرانی داشتن در دو روز گذشته و قرار هست در هفته پیش رو هم در این مورد صحبت کنن به مردم گفتند که از رئیس جمهور حسن روحانی درخواست کردند که هر چه سریعتر اقدام به بازگشایی مرزها بکنه علی جوانمردی اربیل کردستان عراق صدای آمریکا